درود دوباره بینندگان ارجمند، برنامه رو پی میگیریم. پیش از پخش موسیقی و نماهنگ من 4 مرحله تجزیه کشور رو فهرستوار خدمتون گفتم. مرحله نخست سترون کردن یا عقیم کردن بود، مرحله دوم جعل تاریخ و انتشار دروغ. وقتی جعل تاریخ و انتشار دروغ انجام شد، تجزیه عاطفی بین اعضای ملت رخ میده و بعد مرحله سوم و چهارم رو که همچنان که دیدید فشار بیگانگان، و مرحله چهارم اعطا یا دادن خودگردانی یا خودمختاری به مناطقی از کشور که در حقیقت تیر خلاص رو به کشور شلیک میکنه و پس از یه مدتی، حالا 1 سال، 2 سال، 3 سال، اون مناطق تجزیه میشن و پروژه تجزیه یک کشور با موفقیت به انجام میرسه. توضیحات خدمتون دادم که چرا در مورد ایران و احتمالاً کشوری مثل مصر شرایط خیلی متفاوته و کار تجزیه به این آسونی نیست. از این نظر با مراحل کار رو جلو میارن. تو این مراحل روانشناسی جامعه رو انجام میدن، جنگ‌های تبلیغاتی میکنن، پول خرج میکنن، سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی عمل میکنن و از تمام ابزارهایی که میتوانن بهشون کمک بکنن بهره میگیرن که از بیرون فشار رو اعمال کنن به کشور و از درون عواملشون کارشون رو بکنن. طبیعتاً ناآگاهی برخی هم میتونه کمک بکنه به جریان و کشور چارنل به سوی تجزیه حرکت کنه. پیش از این که اسلاید ها رو دوباره با شما نگاه کنیم با هم دیگه و هر کدوم این 4 مرحله رو بشکافم، در تقریباً پیوند با همین مسائل بیانیه خیلی مهمی منتشر شد از سوی ائتلافی از سازمان‌های ایرانگرا. 8 تا 9 تا یا 10 تا سازمان امضاشون پای این بیانیه است. بیانیه است در پیوند با همین نگرانی‌ها که به طور مشخص سازمان‌های ایرانگرا خیلی آشکار موضع و نقطه نظرات خودشون رو در مورد حاکمیت ملی، در مورد یک پارچگی سرزمینی ایران، در مورد وحدت ملی و مقوله‌های مهمی از این دست بیان کردن. خواهش میکنم اون بیانیه رو بخونید و به هر حال امیدوارم که همراه و همگام باشید با ما و در نشر و پخش اون هم بکوشید. خب حالا برگردید به بحث. من اسلایدهای رو دوباره با شما در میون میذارم که بشود مراحلی که گفتیم و در حقیقت جلو ببریم. خب گفتیم مرحله نخست سترون کردن یا عقیم کردن جامعه است. چگونه میشود جامعه رو سترون یا عقیم کرد؟ جامعه رو باید از حساسیت انداخت. شما نمیتونی مستقیم بروی و به مردم یک کشوری بگی که ما آمدیم اینجا شما رو به 5 کشور تقسیم کنیم، به 6 تیکه تقسیم کنیم. این همچین چیز عملی نیست. میخندن به شما یا شما رو پس میزنن. یکی از اقدامات بسیار مهمی که برای تجزیه کشور انجام میدن این است که جامعه رو بیقیدش کنن، جامعه رو از حساسیت بندازن. یعنی جامعه، مردم در کوچه و خیابان، در ادارات، در دانشگاه، در تاکسی، در مغازه، در مهمانی، در برابر آن چیزی که میتواند زمینه سازی برای به هم ریختن کشور و تجزیه باشه بیقید بشن، حساس نباشن، همت نشون ندن برای دفاع و برای اینکه گوشاشون تیز باشه و چشمانشون بینا باشه و دشمن رو ببینن یا سخن در حقیقت غیر اصولی رو ببینن یا بشنون و جلوش بیستن. حالا چگونه میشود جامعه رو خونسا کرد؟ چگونه میشود گوش مردم و چشم مردم رو عادت داد به اینکه زمینه چینی بشه برای جدا کردن ملت، برای تفکیک کشور، نه فقط از نظر جغرافیایی، از نظر عاطفی و حسی به بخش‌های مختلف. باید بحثای مطرح بشه که در این حال که ظاهرش ممکنه خیلی بودار و خطرناک نباشه، بتواند به مرور در میان مردم یه حالت بی‌غیرتی رو جا بندازه. حالا این بحثا چیست؟ بحثایی است که به نظر رنگ و بوی حقوق بشری و مثلا دموکراتیک داره و چون خب همه ما میخوام به نوعی شیک باشیم و نمیخوایم که مثلا به ما بگن فلانی غیر دموکراته، میایم و چیزایی رو میپذیریم که در حقیقت آماده سازی یک دوزخه برای ما.
یعنی دست ما رو میگیرن با پای خودمون به دوزخ میبرن. حالا این عوامل چیست؟ چه تبلیغاتیست؟ چند تا شو من اینجا در حقیقت با شما در میون میذارم. یکی بحث زبان مادریست. به طور مشخص در کشور خودمون چندی است که از این ور اون ور صحبتهایی میشه که آقا ما حق آموزش زبان مادری میخوایم یا حق آموزش به زبان مادری میخوایم. دو تا مطلب متفاوته، آموزش زبان مادری و آموزش به زبان مادری. آموزش زبان مادری چیزی است که سالهاست قرنهاست در ایران و در جای دیگه انجام شده، نه احتیاج به اجازه دولت داره، نه احتیاج به موافقت من و شما داره. هر مادری با بچهش با نوزادش صحبت میکنه، به مرور بچه بزرگ میشه و زبان مادر رو تو خونه یاد میگیره و بعد تو کوچه، تو تلویزیون، تو مدرسه، در بازار، در خیابان با همبازیاش وقتی که ارتباط داره به مرور زبان ملی رو هم فرا میگیره. هیچگاه برای آموزش زبان مادری در ایران محدودیتی نبوده. برای همین از شامین ما میلیون ها هممیهن داریم که ترکی صحبت میکنن، هممیهنان آذربایجانی ما ترکی صحبت میکنن. نه در دولت گذشته نه در دولت کنونی کسی جلوی اینا رو نگرفته. مادر و بچه صحبت میکنه، بچه یاد میگیره طبق عادت و اون زبان رو میآموزه. این میشه آموزش زبان مادری. برای همین است که شما میبینید در بازار تهران پایتخت جمعیت بزرگی ترکی صحبت میکنن تو بازار. شما هیچ اشکالی نمیبینی اگر مثلا در حتی تهران یا شهرستان دیگر یه دی دارن با مثلا تو کوچه فوتبال بازی میکنن و کردی با هم صحبت کنن. نه کسی جلوی نگرفته، نه کسی حساسیت به این مطلب داره. خب اگه منظور این است که نه، آموزش زبان مادری در مدارس به عنوان بخشی از سیستم آموزشی کشور این خیلی مسئله داره. چرا؟ برای اینکه در کشور ما مثل هر سیستم آموزشی دیگر تعداد ساعت‌های تحصیلی در هفته مشخصه. یه دانش آموز دبستان یا یه دانش آموز دبیرستان یه ساعت‌هایی رو در مدرسه در هفته می‌گذرونه. حالا فرض کنید 30 ساعت، 35 ساعت، 25 ساعت، هر چقدر هست. شما اگر بخواید در ساعات تحصیل این دانش آموز که در همه ایران تقریبا یه برنامه درسی رو پی میگیره بیایید ساعت آموزشی زبان منطقه رو بذارید، باید درس دیگری بزنید دیگه، درسته؟ خب از درس دیگری بزنید، یعنی دولت میآید امکاناتی میذاره که یک زبان منطقی آموزش داده بشه. اول این از وظایف دولت نیست. چرا؟ کشور ما کشور فدرالی نیست. در کشور فدرال هر استانی یا هر ایالتی در حقیقت در فدرال هزینه خودشو خودش میده. یه ایالت فقیره، درآمد چندانی نداره، یه ایالت ثروتمندتره، درآمدش بیشتره. کشور ما فدرال نیست و همه درآمد شوربختانه از یه منطقه میاد، عمدتاً از استان خوزستان به خاطر نفتی که در این استان ما داریم. برای استان خوزستانی که بقیه استانهای کشور رو عملاً نون میده. پس نمیشود از آنچه که دولت داره هزینه میکنه، بودجه میذاره برای آموزش در کشور، برای وزارت آموزش و پرورش یا وزارت فرهنگ و آموزش عالی، استان بیاد استفاده ویژه‌ای بکنه بخواد زبان محلی درس بده. زبان محلی میتواند کسی که میخواد کردی یا بلوچی یا ارمنی یا ترکمنی هر چی یاد بگیره کلاس خصوصی باز بشه، حتما هست، همچنان که یکی از مادرش یاد میگیره یا از فامیلاش یاد میگیره میتونه کلاس خصوصی بره یا مؤسسات آموزشی بره و یاد بگیره. ولی تو سیستم تحصیلی کشور این موجب این میشه که یک از بودجه استفاده میشه که برای زبان محلی نیست، یه بودجه ملی است. دوم از اون مهمتر ساعتهایی که گرفته میشه برای آموزش آن زبان عملا از ساعتهای آموزش سایر دروس کم میشه و این مشکل یا دشواری پیش میاره که میرسه به بحث، حالا اینجا به جای آموزش زبان مادری میشود بحث آموزش به زبان مادری. یعنی درس تاریخ و جغرافی رو یه نفر به زبان مادریش بخونه. شما تصور کنید یه نفر که مثلا در میانه یا زنجانه تاریخ و جغرافی و اجتماعی و حرف و فن و اینا رو بره مثلا به ترکی بخونه، کسی که در بوکان یا سرندجه به کردی بخونه، اون کسی که فرض کنید در
خاش و ایران شهره به بلوچی بخونه و اون که مثلا در گنبده به ترکمنی بخونه. خب چی میمونه از اون زبان ملی که ما همه باش آموزش پیدا کردیم که بتونیم با همدیگه پیوند برقرار کنیم؟ اگر که آموزش این دروس به زبان محلی باشه، آیا اصولا مردم یک کشور میتوانن با هم ارتباط راحت و آسوده و با راندمانی برقرار کنن؟ آیا حتی بچه‌هایی که تو سیستم منطقه‌ای درس خوندن و آموزش به زبان محلی گرفتن در کنکور سراسری میتوانن با هممیهنانشون که زبان ملی رو صحبت میکنن، فارسی رو صحبت میکنن، رقابت بکنن چون فارسیشون اونقدر نیست؟ اینها همش ایراد و اشکالات ایجاد میکنه که در برابر این ایراد و اشکالی که خدمتون میگم هیچه. و اون ایراد و اشکال اساسی این است که تدریس یا آموزش به زبان مادری باعث همون مطلبی میشه که من اسمش رو گذاشتم تجزیه عاطفی. زبان فارسی که زبان ملی ماست و زبان رسمی هم هست چون زبان ملی بوده، زبان قوم فارس نیست، زبانی است که خودآگاه جامعه ایرانی برکشیده پس از سقوط اعراب با یک تقریبا شوک دو سه قرنی تونسته زبان فارسی رو بیاره و به عنوان زبان پیوندی همه ایرانیان و ساکنان فلات ایران یا ایران شهر تاریخی جا بیندازه. زبان فارسی وقتی میگیم از ارکان هویت ایرانی است، این شعار نیست، این برای جمله برای قشنگی نیست، یک واقعیته. شما برای مثال وقتی در جای دارین قدم میزنین در جای بیرون از ایران و میبینید دو نفر حالا تو پارک یا تو خیابون دارن با هم فارسی صحبت میکنن، شما بیگمان به پلو دستتون به همراهتون میگین اینا ایرانی هست. چرا؟ چون دارن فارسی صحبت میکنن. آیا اگر هنگام قدم زدن شما در خیابون دو نفری که از کنار شما رد میشن در یه جایی در دنیا اگر ترکی صحبت کنن، آیا شما میگید اینا ایرانی بودن؟ نه، ممکنه مال ترکیه باشن، ممکنه مال یکی از جمهورهای آسیای میانه باشن. اگر که کردی هم صحبت بکنن همینطور، شما نتیجه نمیگیری الزاماً ایرانی هن. اگر ارمنی هم صحبت کنن شما الزاماً نتیجه نمیگیری که اینها ایرانی هن. چرا؟ برای اینکه فقط زبان فارسی است که با خودش اون حس شناسایی اون فرد به عنوان ایرانی بودن رو میاره. از این رو وقتی میگیم یکی از ارکان هویت ایرانی است، واقعا یکی از شناساهای ایرانی بودنه. این زبان نه با شمشیر به ملت تحمیل شده، نه با دستور و بخشنامه این دولت و اون دولت بوده. توجه بکنید که این زبان برکشیده شده توسط نخبگان و فرزانگان جامعه بوده. در هر جای ایران کسی مطلبی رو میخواسته با مردم در میون بذاره، ببیش از موقعی که به مرور عربی کنار گذاشته شد در فلات ایران، زبان فارسی به کار گرفته، حتی اگر زبان مادریش فارسی نبوده. حالا ما میایم صحبت از فردوسی میکنیم، مولوی میکنیم، حافظ و سعدی و خیام میکنیم که فارسی زبان بودن، زبان مادریشون هم فارسی بود. اما ما نظامی گنجوی هم داریم که زبان مادریش فارسی نبوده، یا قطران تبریزی رو داریم که زبان مادریش فارسی نبوده، یا خاقانی شروانی رو داریم که زبان مادریش فارسی نبوده و اینها همه شاهکاراشون رو به فارسی آفریدن. در اون هنگام نه کسی با اسلحه پشت سر اینا واسده بوده، نه تهدیدی بوده، نه ارعابی بوده برای اینکه اینها به فارسی شاهکارهای ادبی خودشون رو بیافریدن. بنابراین فارسی آن چیزی است که ملت ایران رو به هم پیوند داده و زبان قومی ویژه‌ای در این میان نیست. برخلاف اینکه برخی هم در نهایت کم سوادی فکر میکنن زبان فارسی مال استان فارسه، زبان فارسی برآمده از خراسان، از خراسان بزرگه. برای همین هم لهجه های معروف فارسی در زمان بسیار کهن لهجه های هراتی، لهجه مروی، لهجه بلخی بوده و از خراسان بزرگ در حقیقت پخش میشه به همه ایران.
خب بنابراین بحث زبان مادری یک بحثی است که هدفش نه آموزش زبان مادری است و نه دلسوزی برای زبانهای مادری است، بلکه تضعیف زبان ملی است. چرا؟ چون زبان ملی یکی از ارکان هویت کشوره، هویت ایرانی است. آموزش زبان مادری مشکلی نداره، هر کسی بخواد آموزش میگیره، تو خونهش میتونه کلاس خصوصی بره، ولی آموزش به زبان مادری یعنی خودگردانی، یعنی خودمختاری در امور آموزشی، یعنی منفک شدن از بقیه کشور که یک سیستم آموزشی سراسری رو داره، یعنی تجزیه عاطفی و نهایتاً یعنی تجزیه خیلی رک و راحت. مرتبه دوم مسئله اقلیت و اکثریت. شوربختانه پس از انقلاب جمهوری اسلامی عبارت ترکیبی اقلیت‌های مذهبی رو جا انداخت. انقدر این مطلب خوب جا انداخت که دیگه خود ایرانیان غیر مسلمان هم یه جورایی میگن ما اقلیتیم، و این لفظ زشت شوربختانه به صورت رسمی استفاده میشه. حتی برخی از همیهنان ما زشتی این تفکیک ملت ایران به اقلیت و اکثریت رو هم دقت نمی کنن. اقلیت و اکثریت ما رو هنگامی است که ما رأی گیری می کنیم، حالا هنگامی است که اختلاف عقیده سیاسی داریم یا در یه مورد اجتماعی یه عده نظر دارن، عده دیگری نظر دیگری دارن، اونایی که بیشتر هم میشه اکثریت، اونایی که کمتر هم میشه اقلیت. تفکیک این ملت به اقلیت و اکثریت بر بنیاد دین و مذهب یا اون چیزی که انسان ممکنه در عالم خلوت خودش بهش اعتقاد داشته باشه یا نداشته باشه یکی از سطحی ترین و بیمایه ترین کارهاست که شوربختانه جمهوری اسلامی این کار انجام داد و متاسفانه تا حد زیادی هم جا افتاد. حالا همون بحث اقلیت و اکثریت رو جریانات تجزیه خواه میاین در قالب قومی بیان میکنن، میگن که مثلا اقلیت های قومی در ایران در فشارن. حالا این اقلیت قومی چیست؟ اینو دارن میارن و وارد ادبیات سیاسی ما میکنن، وارد ادبیات فرهنگی ما میکنن. چرا؟ به همون دلیلی که در اون بالا نوشتن، میخوان جامعه را عقیم کنن، ستربند کنن. شما وقتی چند بار اینو بشنوی، اقلیت قومی، اقلیت قومی، اکثریت این کارو اقلیت کرده، به مرور دیگه یه جورای حساسیت کم میشه، میپذیری آقا حتما ما یه سری اقلیت قومی داریم و اینا ماینوریتی هستند در این کشور. چون در کشورهای مثل کانادا، مثل امریکا، کشور مهاجرپذیر بودن و هنوزم مهاجران دارن میان، مسئله اقلیت مطرح ماینوریتی ها خیلی راحت برخی از همیهنان ما بدون توجه به اینکه در مورد کشور تاریخی دارن صحبت میکنن و تفکیک یک ملت و اقلیت‌های قومی و اکثریت‌های قومی یک عمل جدایی که ضد اخلاقی، ضد ملی است و بسیار خطرناکه، خیلی درگیر این صحبت میشه. بحث اقلیت و اکثریت هم چه در قالب دینیش چه در قالب مذهبیش یک بحث کاملا تجزیه طلبانه است، با این توضیح که در ایران به خاطر اینکه غیر مسلمان ها درصد بسیار کوچکی هستند و شهروندانی هستن که دارن زندگیشون هم میکنن، اونایی که البته موندن در ایران، هیچ وقت اقلیت و اکثریت دینی و مذهبی در ایران کنونی نمیتواند باعث و بانی حرکت تجزیه طلبانه بشه. اما اقلیت و اکثریت قومی بهانه بسیار خوبی میتونه باشه برای جریاناتی که به دنبال اصلا پاشیدن کشور هستن. بنابراین روی این موارد باید حساس باشیم، باید دقت بکنیم و باید یه مقداری با وسواس مسئله رو پیگیر باشیم و روی این مباحث بلافاصله روشنگری کنیم. در غیر این صورت در فاز ستربند کردن یا عقیم کردن ممکنه گیر کنیم و در حقیقت قافیه رو به دشمن ببازیم. مرحله سوم عنوان کردن چیزی به نام مشکل قومیت هاست. این برامور گاهی وقتا صحبت میشه که آقا مشکل قومیت ها رو باید چه کار کنیم، مسئله قومیت ها باید چه کار کنیم. این مسئله قومیت ها در شوروی به صورت مسئله ملیت ها مطرح میشد و برخی از کنشگران چپ ترجمه همون رو به ایران آوردن
گروه های چپ از اوایل انقلاب این مسئله عنوان میگن که آقا مسئله ملیت ها، یعنی اولا چیزی به نام ملیت ایرانی رو قبول نداشتن، بر این پا میفشردن که ایران از ملیت های گوناگون تشکیل شده که خب طبیعتا یک جهل بزرگه. بعد چون در اونجا راه به جایی نبردن و گروه های چپ سرکوب شدن، بعد اومدن عنوان کردن خب حالا مسئله قومیت ها. در ایران ما قومیت ها و تیره هایی داریم که این تیره ها در هزاره ها در اون سرزمین زندگی کردن و ایرانی هم مثل همسایگانشون، مثل کسانی که در استان کناریشون زندگی میکنن. اما ایران کشوری برآمده از چند قوم و قبیله نیست. اینگونه نبوده که تعدادی قوم کنارم قرار بگیرن با هم دست بدن و تصمیم بگیرن جدی کشور کنن. ایران اینجوری تشکیل نشده. ایران کشور قبیله‌ای نیست، کشور قوم و قبیله‌ای نیست، کشور عشیره‌ای نیست، برخلاف عراق و برخلاف عربستان و سعودی و نمونه‌های دیگر. کشوری است با ساختار ملی. حتی بخش بزرگی از ایرانیان قومیت خاصی هم ندارن. یعنی شما میگویید خب مناطق غربی برخی استان‌ها کرد نشینن، مناطق شمال غربی آذربایجانی نشینن، مناطق جنوب غربی بخش از خوزستان همیهنان عرب زبان ما هستند، در جنوب شرقی برخی از همیهنان در جنوب شرق کشور بلوچ هستند. خب اینها افسون بر اون هویت ملیشون که ایرانی هستند، یه هویت قومی هم دارن که به هر حال یک فرهنگ محلی هم همراهشون هست که البته به مرور این فرهنگ محلی کم رنگ‌تر هم شده. اما کسی که مثلا بوشهریه یا شاهرودیه یا بیرجندیه یا نائینیه یا یزدیه یا عراقیه یا سارویه، این چه هویت قومی داره؟ هویت قومی برای این آدم تعریف نشده است. فقط یه هویت ملی داره که ایرانی است. بنابراین اولا این جمله که ایران کشور قومیت هاست یه جمله بسیار بسیار ناجور و غلطی است، هم از نظر تاریخی هم از نظر حقوقی. دوم این که بخش بزرگی از ایرانیان قومیت خاصی هم ندارن. ما اگر برامون مشکل درست نکنن، مشکل به نام مشکل قومیت ها نداشت و نداریم، برای ما دارن درست میکنن. یعنی ایران در کنار همه دشواری هایی که باش امروز روز طرفه، این مشکل رو دارن برای ما میسازن، به همین منظوری که خدمتون گفتم، ستربند کردن جامعه به منظور تجزیه نهایی اون. من میدونم شما هم میدونید که نسبت به همیهنان مثلا سنی ما در ایران تبعیضاتی هست. مثلا در سیستان بلوچستان بلوچ ها که سنی هستن بهشون شوربختانه حکومت جمهوری اسلامی نگاه چندان دوستانه‌ای نداره. همیهنان کرد ما استانهای کرد نشین مثل کردستان و تا حدی آذربایجان غربی همین گرفتاری رو دارن. چون شیعه نیستن، حکومت جمهوری اسلامی که حکومت شیعه ایست با اونها به چشم غیر خودی نگاه میکنه. ولی جمهوری اسلامی، حتی جمهوری اسلامی که این تبعیض رو اعمال میکنه، اعمال تبعیض قومیتی نمیکنه. یعنی شما میبینید مثلا از عرب زبانان خوزستان چون شیعه هستن، خیلی هاشون در مسند کارهای بزرگ در ایران هستن، مقام های بسیار بالا رو دارن. چرا؟ برای اینکه به اینا حساسیت ندارن چون شیعه هستن. مثلا همیهنان آذربایجانی ما با این که نظر زبان ترک زبان هستن و ترکی صحبت میکنن، ولی چون شیعه هستن یا دست کم شیعه زاده هستن، جمهوری اسلامی با اینا هیچ گرفتاری نداره. اصلا بخش جمهوری اسلامی خود همیهنان آذربایجانی ما هستن و تبعیضی علینا اعمال نمیشه، در حالی که شما تبعیض رو نسبت به کردهای سنی و بلوچهای سنی و ترکمنهای سنی میبینید به خاطر سنی بودنشون، نه به خاطر کرد بودنشون یا بلوچ بودنشون یا ترکمن بودنشون. منظور من این است که تبعیض مذهبی که حکومت دینی در ایران اعمال میکنه باعث محروم بودن بخشی از شهروندان ایران از حقوق در حقیقت بنیادیشون هست، نه تبعیض قومی. ما چیزی در ایران به عنوان تبعیض قومی انصافا نداشته و نداریم. اگر برای ما مشکل سازی نکنن، ما مشکلی در این زمینه نداریم. مطلب دیگر که دیگه نور علا نور میکند این کارو،
بحث نیست، به عنوان وجود ملیت ها عنوان میکنن، این مثلا ایران کشوری است کثیر المله، از چند ملت تشکیل شده یا از چند ملیت تشکیل شده. خب اگر سکوت کنیم، اگر رومون رو اونور کنیم و بروی خودمون نیاریم، همین بحثایی که خدمتون گفتم، وجود ملیت ها، مشکل قومیت ها، اقلیت اکثریت، بحث آموزش به زبان مادری، این مجموعه میشود مجموعه ای که ما دستمون رو بردیم بالا، تسلیم شدیم و این بحث ها میشود بحث های روز و همه هم حالت بحث های مشروع و دارای حقانیت خودشون نشون میده، چون همشون یه جورایی رنگ و بویی از به اصطلاح عناصر دموکراتیک هم درش هست، البته با شامورت بازی های خاص خودش. حالا اگر من نوعی بیام به خاطر که میخواهم سرخاب و ماتی سفیدا به دموکرات بودنم خدشه دار نشه، زیر بار این صحبت ها برم و اینا رو تایید بکنم و در نهایت ساده اندیشی تم بدم به همچین مسائلی، یا حقوق بشر رو ندونم، فکر کنم اینا بحثا حقوق بشری است و جلوش تعظیم کنم و تسلیم بشم، در حقیقت رضا دادم، اجازه دادم که مرحله ستروند کردن جامعه انجام بشه و جامعه‌ای که ستروند شد، جامعه‌ای که عقیم شد، نمیتواند گردن راست کنه و برای حفظ کشورش و برای نگهداشت چارچوبش و برای حفظ وحدت ملی اقدام عاجل و درست حسابی رو انجام بده. خب مرحله ستروند کردن رو گفتم، مراحل بعدی یعنی جعل تاریخ و انتشار دروغ که منجر به تجزیه عاطفی میشه و بعد فشار بیگانگان و مرحله آخر خودگردانی و خودمختاری رو امیدوارم در برنامه بعدی آنلاین در خدمتون پی بگیرم که مجموعه این دو هفته بحث بتواند یک تصویر روشنی و از مراحلی رو که میخوان ما رو درش ببرند تا کشور رو از هم بپاشونن و باتون در میون بذارم. ما خیالمون راحت، اکثریت هم میهنان حواسشون جمعه و دم به تله نمیدند، اما همیشه باید دشمن رو نیرومند تصور کرد، نباید دشمن رو دست کم گرفت، به ویژه دشمنی که امکانات مالی داره، امکانات رسانه‌ای داره و نشون داده که در این زمینه بسیار بسیار پافشاری داره و به دنبال انجام کار جدی است. سپاسگزارم از اینکه همراهی کردید. تا برنامه آنلاین بعدی، بدرود و روز شبتون خوش.